سرخط خبرها عصبانیت بی سابقه خامن ای باعث سکته ناقص او شد لطفا پیش از هر چیزی با لایک کردن این ویدیو و به بیشتر دیده شدن این اخبار کمک کنید با سپاس از همراهی شما همراهان آوای ایران درود به شما عزیزان از شما دعوت می کنم با بسته خبری امشب همراه ما باشید. عصبانیت بی سابقه خامنه ای باعث سکته ناقص او شد. بعد از پیام ویدیویی و بی سابقه شاهزاده به مردم ایران و استقبال پرشور ایرانیان و گروه های مخالف جمهوری اسلامی از این پیام خامنه ای در سال مرگ خمینی به میدان آمد و با عصبانیتی دیده نشده به مردم هشدار داد که نباید پهلوی به ایران برگردد. خامنه ای بعد از این سخنرانی تا چند روز در انظار عمومی ظاهر نشد حتی دیدار از پیش تعیین شده او با جمعی از صنعتگران به ماه آینده مکول شد بالاخره دیروز یک کانال تلگرامی که خبرهای امنیتی منتشر میکند عنوان کرد که خامنه ای در دیدار با چاوز با زور دارو سر پا نگه داشته شد زیرا به دلیل مشکلات جسمی بعد از سخنرانی سالمرگ خمینی وضعیت قلب او به هم ریخته راوی ادامه داده که خامنه ای سکته نسبانیمهای زده و شبانه به بیمارستان بقیت الله منتقل شده البته بعد از روز بستری شدن به بیت برگشته است در همین رابطه علیرضا نوریزاده با مقاله جالب در سایت ایندیپندنت فارسی به این مسئله اشاره کرده مقاله کامل نوریزاده به این شرح است هرگز خامنه ای را تا این حد غضبناک و ترسان ندیده بودم شاهزاده پیروزمندانه از لوئل بیرون آمد ما می توانیم شاهزاده رضا پهلوی را دوست داشته باشیم یا علاقه ای به او نداشته باشیم می توانیم با نظام پادشاهی مشروطه مخالف یا موافق باشیم اما در تعبیر و برداشتمان از شخص او دو موضوع را نمیتوان نادیده انگاریم نخستن که او دارای پایگاهی مردمی است که ستونهایش را نسلی نگهدار و نگهبان است که در زمان پدر او یا در سالهای خوردی بوده و یا پس از آن پا به جهان گذاشتند اگر کسانی از نسل من و یا پیش از من از او و نظام پیشین با همه کاستیها و های سیاسیاش حمایت میکنند نه فقط به دلیل شادخواری و زندگی کم و بیش خوش دوران است بلکه جنایتهای اهالی ولایت فقیه فساد دسته های مافیایی حاکم عزلت خانه پدر پدری محور شرارت و ترور شدن سرزمینمان بعد از 44 سال دو تصویر در برابرمان گذاشته است دیروز و امروز نکته دوم این که مثل شاهزاده های قاجار که هنوز هم از شاه شهید و خاقان مقفور و احمد شاه یاد می کنند و افسوس می خورند چرا پسر محمد حسن میرزا افسر نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا فارسی بلد نبود که چرچیل او را بر تخت سلطنتش بنشاند نه رضا پهلوی مثل آنها نیست نه تفاخر به عهد پدری می و نبا تجاهل به کاستی ها و معایب آن دوران 57 سال پهلوی را نادیده میگیرد به قول زندگیات هولاکوران بود که چندی مشاور و رئیس دفتر سیاسی او بود در وجود او به دنبال یک دیکتاتور نباشید هیچ یک از ما نمیتوانیم چشم ببندیم و بگوییم نخیر این مردمی که پدر بزرگش را صدا میزنند وهم زدند و تعدادشان اندک است و از این جمع کمتر کسانیاند که او را صدا میزنند رضا پهلوی برگرد مردم رضا پهلوی را صدا زدند و او در پیام هفته پیش خود و آنها جواب داد و با اینکه پاسخش به ندای مردم با تأخیر بود اما چنان تأثیری داشت که رهبر جمهوری اسلامی را در کمتر از یک روز به آن واکنش عصبی سرشار از غضب با حاله از ترس واداشت رضا پهلوی در سخنانش با ملت ایران رشد سیاسی و فرهنگی خود را آشکار کرد و سید علی خامنه ای پس و عقب‌ماندگی ذهنی خود را فریاد زد شاهزاده رضا پهلوی در خطابه خود به ملت ایران چنان قدرتمندانه و با اعتماد به نفس سخن گفت که خامنه ای را به وحشت انداخت نگاه کنید به این بخش از کلامش بگذارید با اطمینان بگویم که من امروز نسبت به فردای پس از رفتن جمهوری اسلامی نگران نیستم چرا که میبینم با وجود همه محدودیت ها و ممنوعیت هایی که این رژیم علیه جوانان و مرد اعمال کرده در همان داخل ایران به اندازه کافی نیروهای میهن پرست متخصص مدیر و نخبه وجود دارد که بتوان ایران را به بهترین شکل اداره کنند آنهایی که نگران آلترناتیو برای جمهوری اسلامی هستند حالا تصور میکنند که کشور بزرگ ایران با 85 میلیون جمعیت جایگزینی برای کسانی که شغل اول و آخرشان روزخانی است ندارد حتما دارد من از نیروهای سیاسی و مبارزاتی میخواهم که ایجاد یک سازوکار هماهنگ کننده اعتراضات و فراخوانها را در اولویت قرار دهند تصمیماتی که از دل چنین سازکار مبتنی بر خرد جمعی بیرون بیاید مورد حمایت من نیز خواهد بود و در جای دیگر از ملتی میگوید که یکسره به اپوزیسیون رژیم تبدیل شدند در شرایطی که اگر هر یک از فعالان اپوزیسیون 5 تا نسبی برایش فریاد زده و نامش را بر زبان آورده بودند خود را نادر از رومونجی زمانه میخواند ولی عهد سابق ایران هیچ صفتی به خود قائل نیست در حالی که کسی جز او را نداریم که همه فعالان و قطبهای اپوزیسیون میتوانند با او دور یک میز بنشینند و او این مسئولیت را خطاب به مخالفان رژیم رسانه ها رسانه های اجتماعی فعالان سیاسی و فرهنگی و اجتماعی یادآور می شود در برابر ولیعهد پیشین علی خامنه ای رهبر تحمیلی رژیم خط و نشان می کشد پنجاه بار دشمن دشمن می گوید و بعد تهدید می کند ترس و غضب در آوای او موج می زند خامنه ای در پاسخ به شاهزاده تلویحا می گوید در صورت در صحنه نبودن مردم امکان بازگشت حکومت پهلوی مهیا می شود سید علی خامنه ای عملا اعتراف می کند. مثل فرانسه و روسیه مردم وقتی از و کشتار و فساد به سطوح آمدند در پی احیای رژیم برمیآیند منتها با تهاجل العارفین خود را به کوچه پایین خیابان میزند با هوشی کمتر از یک روزخانه عادی مدعی می شود دشمن مردم را به خیابان ها کشانده است تهدید میکند و سرانجام میگوید خیال میکنند میتوانند ملت ایران را در مقابل نظام اسلامی قرار دهند این اشتباه را به این دلیل مرتکب می شود که مشاورانی دارند که همان ایرانیان خائنی هستند که به آنها مشاوره می دهند. مشاوران خیانتکار به کشور خودشان که خیانت می کنند و آنها هم خیانت می کنند که بدون اطلاع صحیح مشورت می دهند. یکی از این مشورت های غلط این است که می روی مردم ایران برای مقابله با نظام اسلامی حساب کنید. آنها روی این مشاوره های غلط حساب می کنند و در مجلس سنایشان صحبت می کنند و در داخل هم ادهی سادلو اظهار نظر می کنند که مردم نسبت به دین و روحانیت بی اعتقاد شدند. آن مشاوران خائنی که علی خامنی از آن آنها یاد می کنند همان نایکی ها و تریتا و شیرین خانم ها هستند که باراک اوباما را در اوج جنبش سبز به مبادله نامه های عاشقانه با سید علی کشاندند روزی که هاشمی رفسنجانی با رندی تاج رهبری را بر سر سید علی نهاد در آن مجلس بهت زده یادآور شد بر احوال آن ملت باید گریس که چون منی رهبرش باشم حالا به شاهد مرده بی اعتبار متوسل می شود تا مشروعیت خود را اثبات کند یک سال با هاشمی و احمد خمینی برای کنار زدن مرحوم آیت الله منتظری توطعه کرد حالا مدعی می شود که به خمینی گفته است منتظری برای رهبری از همه بهتر است و سگه روح الله گفته است علی جانم خودت از همه سرتری چند هفته پیش همینجا نوشتم خامنه ای را بیش از شش دهه می شناسم و به یاد نمی آورم او را تا این حد در وحشت و قصب دیده باشم این نشان می در رهبر رژیم در سالهایی که هر انسان باورمند و بیباور بسیار در اندیشه جدایی از عالم فانی عزیزانش و همه آن زیبایی هایی است که در زندگی به آن دل بسته بود اما دیکتاتور نه به شب اول قبر می اندیشد نه لوله زنگ زده در بیابان لیبی نه به حفره در دل خاک تکریت و نه به تنابی که دور گردن صدام میافتد. گمان می, که می مثل خاجموی پدر 103 سال قمری عمر می کند یا مثل پدر 92 سال شمسی تا اینجا شاهزاده توپ را به سختی به سینه ای ولایت فقیه گفته است جالب این که ولی فقیه توپ دریافتی را به دروازه خود فرستاده است در طول این چند روز داغترین بحثه سالهای اخیر پیرامون مناظره غیر مستقیم شاهزاده رضا پهلوی با سید علی خامنه ای بین ایرانی ها در داخل و خارج کشور در جریان است موافق و مخالف همه اذعان دارند که سید علی با همه توپ تفنگ و ثروت بازی را در این دور باخته است برای دوره های بعدی شاهزاده باید برنامه ریزی دقیقی را به اجرا درآورد نخست تعیین یک سخنگو که رابط همیشه او با مردم در داخل و خارج کشور باشد یک مشاور ارشد که ارتباط شاهزاده را با شخصیت ها و احساب سیاسی تدبیر و تنظیم کند